آیین بهائی علم و عقل را والاترین بخشش و دهش خداوندی برای انسان می داند و آن را برجسته ترین نشان امتیاز انسان از حیوان می شناسد و معتقد است که بین دانش و دین نفاق و جدائی نیست. هدف دانش کشف حقایق مادی است و هدف دین درک حقایق معنوی. دانشوران اسرار طبیعت جویند، پیامبران اطوار محبت گویند. دانشوران از آثار جاذبه گفتگو کنند، پیامبران از تجلیات جذب و عشق دم زنند. حضرت عبدالبها می‌فرمایند هر چیزی را به میزان علم و عقل باید موازنه کرد، زیرا دین و عقل یکی است. و باز می‌فرمایند اما مقصد از دین، دین حقیقی است نه تقلیدی. اساس ادیان الهی است نه تقالید بشری. و در بیانی دیگر از حضرت عبدالبها می‌خوانیم هر مسئله دینی که مخالف علم صحیح و عقل کامل باشد شایان اعتماد نه. پس تقالید و رسوماتی که منافی علم و ترقی است باید زائل نمود. در دنباله سخن و بنا بر آنچه گفته آمد می توان گفت دیانت و دانش دو یار همرازند و دو نمودار از اسرار آفریدگار، و اگرچه هر یک را تمایلات و تجلیاتی است ولی هدف و هویتشان یکی است و منشأ و مقصدشان یکی، و آنها را در صورتی امکان ظهور و بروز استعدادات نهانی است که به یاری یکدیگر پردازند، نه آن که هر یک خود را برتر شمرد و راه نفاق و جدائی و کبر و خودنمایی سپرد. نکته دیگری که در توافق دین با علم باید بگوییم موافقت هر دو در اعتماد به حقایق جهان است که عدم توافق دین با علم راستین و ثابت شده خرافات می آفریند و عدم توافق علم با دین گمراهی و عقب ماندگی. پویایی دین ضامن ایستایی و حیات آن است و همین کیفیت است که امروز ادیان با آن دست به گریبانند که یکی از دلایل اختلافات و ستیز جویی هاست. دین زنده و نباز پویاست نه ایستا، زیرا در جا نمی زند و انعطاف آن را دارد که بدون قربانی کردن حقایق معنوی با مقتضیات اجتماعی و علمی بتواند هماهنگ باشد و ثمر رسان. در غیر این صورت کیفیتی رخ می دهد که امروز ادیان با آن مواجهند و در صدد راه چاره‌اند.